هرچند روز گذشته نیز سردار کابل در پی نشر برنامه‌های انتقادی تلویزیون نورون و ارائه پاسخ در مورد عدم ساخت جاده‌های معیاری در کابل، موجودیت فساد اداری و برخی مسائل دیگر به کمیسیون مواصلات و مخابرات و مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، اما در تازه‌ترین مورد اعضای مجلس تاکید دارند که ارائه پاسخ‌های روز گذشته نوندیش برای آنان قناعت بخش نبوده و وای باید در نشست‌های عمومی مجلس فراخوانده شود. دا ټول پروژې چې هغه دوی عملي کړی دي کنټرول او توفیش نشي او پس لا هغه به دا معلومات مکمل ډول و تعالی تراوړو بیا چې تعالی را کوم تصمیم پنی وي هغه تصمیم ونیسي پرون په کمیسیون کې د شاوال دفاع څخه موږ ته هیڅ قناعت بخش دلیل نه دی ویل شوی. ما خواهش جدي میکنم از جناب هیئت اداری که یک موضوع بسیار جدی است، در ضمن از اینکه شاوال صاحب و شورا خواسته شود و این مصارفات که در سرکا انجام داده، سرکایی که پنج سال کار شده و این سال دوباره تخفیف شده، این موضوع باید مورد تایید قانونی قرار بگیره. باید کسانی که در طول وظیفه خود احساس بی‌مسئولیتی میکنه و سرمایه ملت را به خواب یکسان میکنه و برابر میکنه، باید اینا از سوی هم برخی دیگر اعضای مجلس نمایندگان رفتار شهردار کابل در برابر نمایندگان مجلس و شهروندان کابل را غیر اخلاقی و بی‌ادبانه خوانده، خواستار برکرانی فوری وی از سمتش شدند. یکی از لحاظ اخلاقی ایشان وقتی به دفترش برید، رئیس جمهور در مقابل ریاست جمهوری هم اونقدر با اعتبار و با صلابت نمیشینه که ایشان در حضور نمایندگان مردم با یک غرور، با یک نوع از تکبر که هیچ قابل قبول نیست از لحاظ اخلاقی، مخصوصا در برابر نمایندگان مردم. ریاست محترم مجلس با توجه شما را جلب میکنم، شاروار را بخواهیم، این شاروار یا باید وظایف خود را آنگونه که مسئولیتش از وظیفش از انجام بده یا اینکه جای خود را به کسی دیگه واگذار بکنه، ضمن اینکه رفتارش در خصوص نمایندگان مردم و مردم هم یک رفتار اخلاقی و یک رفتار یک مدیر مسلمان نیست. تمام اعضای مجلس مورد اعتراض انتقاد داره، هم سیاجر باید به جلسه عمومی یا طوری که قانون حکم میکنه باید خواسته شود بالاش تطبیق شود. این اظهار در حال مطرح شود که روز گذشته معاون اول مجلس بزرگان نیز از کمیسیون زیربط مجلس سنا خواست در نخست شهردار کابل را به دلیل شکایات بیش از حد مردم به یکی از کمیسیون ها و پس از آن به مجلس عمومی فراخواند.